آیه قرآن کریم رو بارها شنیدید و مطالعه کردید که هدف از خلقت انسان اونچه که ظاهراً پیداست عبادت انسان است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هیچ عاقلی کار عبس نمی کند، چه رسد به ذات آفردگار جهان این همه مخلوقات را خلق بکنه و همه نعمات را در اختیار او قرار بدهد و هیچ گونه هدفی نداشته باشد. علاوه بر پرستش خدا، مسئولیت دیگری که برای ماست او مودت و محبت اهل بیت است. آیه‌ای که محور سخن قرار دادم قرآن کریم می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هر کس یک کاری که انجام میده در مقابل اون مزد لازم داره. اگر کسی در مقابل کار مزد دریافت نکنه، ظاهرا روی عقل از اون مردم حرف داره، مگر اینکه به عنوان تعاون و همکاری و پاداش و ثواب باشه، و الا همون هم می شود که او مزد معنوی در نظر گرفت. خطاب از خداوند است. ای رسول گرامی اسلام، این همه زحمتی که برای هدایت مردم میکشی و این همه تلاش که برای اصلاح امت به کار بردی و میخوای توحید و یگانه پرستی را در بین جامعه بشری ترویج بکنی، تو هم مزد و پاداش لازم داری. و این مزد و پاداش تو چی باید باشد؟ پیروان مکتب توحید که بیشتر جنبه معنوی داره، مثل ما که مادی نیست که در مقابل مادیات معامله بکنه، پاداش اونها هم باید معنوی باشن، علو و درجاتشان بالا برن. همین قسمی که ما در دانشگاه ها برای ادامه علم و دانش و بالا رفتن درجه کار میکنیم، اونها هم از خود پاداش داشته باشن. پاداش پیامبر هم اتفاقا در قرآن کریم نسبت به سایر انبیا فرق میکنه. قرآن کریم برای پیغمبر ای از زبان خدا میگه، ظاهرا خدا دستور داده که تو از امت پاداش بخواه. قل بگو ای پیامبر من، ای رسول من، قل دستور از خداست، امر میکنه، تو بگو لا اسألكم، ما چیزی از شما تقاضا نمیکنم، درخواست ندارم. در مقابل این زحماتی که کشیدم اجر و مزد و پاداش الا المودت فی القربا. پاداش و مزد رسالت من این همه زحماتی که کشیدم اینه که ذوی القربای ما را دوست داشته باشید. این مطلب برای ما این گونه تفهیم میکنه که اگر ما این گونه مراسم و مجالس را نداشته باشیم، مزد رسالت پیغمبر را پرداخت نکردیم، مسئولیم. در روز قیامت رسول اکرم گریبانگیر ماست. چرا عاشورا نداشتیم؟ چرا اربعین نداشتیم؟ چرا فاطمیه نداشتیم؟ چون امام صادق علیه السلام فرمود شیعان من کسان است که روزهای شادی ما شادن و روزهای عزای ما عزادارن. یک جواب کلی و عمومی
هر کدام من در هر جایی که با این سوال مواجه شویم، حسین ابن علی علیه السلام در سال 61 هجری به شهادت رسیده، این همه گریه و داد و ناله برای چیست؟ محرم و عاشورا برای چیست؟ یا استدلال میکنه که برای هر مصیبت 3 روز بیشتر نباید عزاداری بکنید، بعد از قرنها این عزاداری چی معنا داره؟ با این حدیثی که از امام صادق علیه السلام تذکر دادم و با این آیه قرآن، ما اگر عاشورا نداشته باشیم پس محبت به حسین اظهار نشود. اگر 40 سفر نباشد، یادبود از ائمه نباشد، ما اونها را فراموش میکنیم، مثلا آشنایی پیدا نمیکنیم. روی این جهت اکنون که در فاطمیه اول قرار داریم، تجلیل از ایام فاطمیه و عزاداری ایام فاطمیه در واقع همو اظهار مودت با خاندان رسول گرامی اسلام است. اگر ما عزاداری نکنیم، مراسم و جلسات نداشته باشیم، در واقع مزد رسالت پیغمبر را پرداخت نکردیم. یکی از ذوی القربای پیغمبر بدون شک فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از برکت فاطمه زهرا سالها در مجالس فاطمیه شرکت داشتیم، فضائل فاطمیه بیان شده است، اوصاف اون بی بی، جایگاه اون بزرگوار برای هممون مشخص است. الحمدلله احادیث و برنامه هایی که در این زمینه بیان شده است همتون اهل اطلاع میدانید. خب علاوه بر این که آیات فراوان است که بدون شک فاطمه زهرا در همه آیات قرآنی که در رابطه با فضائل اهل بیت است و احادیث، یکی از خمسه طیبه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما در رابطه با فاطمه زهرا به طور کل وقتی که بررسی میکنیم، علاوه بر این که فاطمه زهرا در کنار پدر و شوهر و فرزندانش در آیات و روایات یکی از اون بزرگواران فاطمه زهرا است، با اندکی تأمل و تفکر برای ما مشخص می شود که نه، فاطمه زهرا حتی در بین خاندانش، در بین اصحاب کسا جایگاه ویژه دارد. از نظر ظاهره خب فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر، بدون شک مقامش مقام پدر یک مقام ویژه است. فرزند به هر جایگاهی که برسد مقام والدین ویژه است، بعد از خدای بزرگ مقام والدین است. شوهر همانند علی هم با اون عظمت و اوصافی که داره دیگه نمیشود کسی که به مقام علی برسه، یا فرزندان همانند حسنین. ولی وقتی که حتی علاوه بر رفتار از گفتار رسول اکرم به دست می آید، فاطمه جایگاه ویژه دارد. ما شما که اهل دعا و نیایش هستیم، همین حدیث کسا را که مخصوصا در مشکلات و برای استجابت دعا و بینوان ختمات روزمرگی ما استفاده میکنیم، با اندک تأمل جایگاه فاطمه از همین حدیث کسا پیداست. وقتی حدیث کسا را میخوانیم، در حدیث کسای مطلب به دست میآید که خلقت همه ما طفیلی است.
نه تنها بشر، تمام موجودات. در حدیث کسا میگه که اگر اینها نمی بود، شمس و قمر خلق نمی شود، زمین و آسمان خلق نمی شود، دریا وجود نداشت، موجودات وجود نداشت، همه ایمان توفیلی است. اگر اینها نمی بود ما نبودیم، ما به خاطر اینها خلق شدیم. اصل اینهاست، ما از فروعات هستیم، توفیلی خلق شدیم. مثل یک نفر رو انسان به عنوان مهمان دعوت میکنه، چند نفر دوروبری رو توفیلی میگه. حدیث کسا برای ما جایگاه اهل‌بیت رو مشخص میکنه. حتی مقام انبیا و اولیا وقتی به حدیث کسا مراجعه میکنیم، اصل اهل‌بیت قرار میگیرن. علی، فاطمه، زهرا، حسنه. اگر اینا نبود، آدم نبود، نوح نبود، عیسی نبود، موسی نبود، هیچ چیزی موجوداتی همه توفیلی خلق شده به خاطر اهل بیت. ولی وقتی که در رابطه با خمسه النجبا میرسیم، باز میبینیم که جایگاه ویژه مال زهرا است. زهرا وقتی که سوال میشه ای خدای بزرگ، این نور که به طرف آسمان میایه، اینا کیه؟ صلوات دیگر بر محمد فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث کسا خواندیم که میگه هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها. وجود مقدس رسول اکرم، خاتم النبیین، باید در بین ملائکه او معرف قرار بگیره. از نظر ظاهر باید این گونه معرف پیغمبر قرار میگرفت که پیغمبر است و هم دختر پیغمبر است و نوادگان پیغمبر است و علی. اما معرف زهرا قرار میگیره. هم فاطمه تو و ابوها، زیر کسا فاطمه است برای ملائکه ها، هم فاطمه تو و ابوها، در زیر کسا فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر فاطمه، فاطمه است و فرزندان فاطمه. از اینجا جایگاه فاطمه به دست میاد که فاطمه حتی در بین اصحاب کسا معرف پدر و شوهر و فرزندان قرار میگیره. یه حدیثی که بارها شنیدی در ایام فاطمیه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که فاطمه تو ام و ابیها، فاطمه مادر پدر است. یک وقتی ما و شما به عنوان تعارف به دخترانمان خطاب میکنیم تو مادر پدری، پیامبر این گونه صحبت نمیکنه، اونطور که ما و شما آشنایی که به قرآن داریم و ما ینطق عن الهوا. او بر اساس سطحی همانند ما صحبت نداره. هم فاطمه تو ام و ابیها، فاطمه مادر پدر است. مادر میدانیم چی وظیفه داره. مادر سبب خلقت فرزند میشه، سبب خلقت فرزند. اگر مادری نباشه، بدون مادر جز حضرت آدم و حوا دیگر در تاریخ بشر وجود نداره. پیغمبر خطاب میکنه به زهرا، زهرا مادر پدر است. ای بر اساس محبت و نوازش نیست. اگر قدر تفکر بکنیم بر میگرده به همین حدیث کسا، همه موجودات به وسیله اهل بیت خلق شده و در بین اهل بیت هم در رأس کیه؟ فاطمه. از کجا میفهمیم که فاطمه مادر پدر است؟
باید حدیث لولاک رو هم در کنار این قرار بدیم. وقتی حدیث لولاک را در قابل این قرار دادیم، این جمله‌ای که پیغمبر فرمود فاطمه مادر پدر است کاملا برای ما روشن میشه. در حدیث لولاک خداوند متعال به پیامبرش خطاب میکنه لولاک لما خلقت الافلاک، اشاره به حدیث کسا، اگر شما نبودی هیچ چیز خلق نمیشد. لولاک لما خلقت الافلاک، ای پیامبر اگر تو نبودی هیچ چیز خلق نمیشد. خلقت بقیه موجودات طفیلی است، به وسیله شما خلق شد. تو پیامبر در رأس همه، هدف خلقت عالم موجودات توی و همه اینها را به وسیله تو مخلق کرد. ولولا علیون لما خلقتوک، یا رسول الله بقیه موجودات به وسیله توست، ولی اگر علی نبودی تو رو هم خلق نمی کرد. تا می رسه به مقام فاطمه، ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نبودی توی پیامبر و علی رو هم خلق نمی کرد. پس سبب خلقت علی و فاطمه که شد فاطمه. وقتی که این حدیث لولاک را در مقابل حدیث رسول اکرم قرار بدیم که فاطمه تو ام و ابی ها، کاملا برای ما مطلب روشن میگرده که سبب خلقت علی و پیامبر هم وجود مقدس فاطمه قرار گرفت. شاید تعبیری که پیامبر فرموده فاطمه مادر پدر است اشاره به حدیث لولاک داشته باشه، که اصل خلقت توی اگر تو نبودی حتی من پیامبر و علی هم خلق نمیشد. وقتی که این مطلب و این احادیث رو در کنار هم دیگر قرار بدهیم، برای ما کاملا روشن می شود که اصل خلقت زهراست. تعبیر ام و ابی های پیامبر برای ما روشن می شود. با این احادیث جایگاه فاطمه برای ما مشخص شد که فاطمه کیست. رفتار پیامبر در مقابل زهرا هم برای ما عملا نشان میده. امی تعبیری که گفت فاطمه مادر پدر است، در گفتار در رفتار هم عین همین حرکات را پیامبر با زهرا انجام میداد. اگر پیامبر به مسافرت میرفت، زهرا آخرین کسی بود که پیامبر با او خداحافظی میکرد. وقتی که از سفر بر میگشت، زهرا اولین کسی بود که پیامبر با او ملاقات میکرد. او زمانی که جبرئیل آمد که همه کسانی که دروازه ها به طرف مسجد باز است، همه دروازه ها بسته شد الا دروازه علی و زهرا، بقیه دروازه ها بسته شده، فقط در کنار مسجد دروازه‌ای که به سمت مسجد بازه خانه علی و زهرا است. خانه پیامبر در کنار هم کسانی که رفتن، مگه در حالی که خانه نزدیک هم دیگر بود، یک دریچه باز کرده بود به طرف اون خانه. هر صبح پیامبر از اون دریچه از زهرایش احوال می گرفت و صبح بخیری می داد به قول ما و شما.
آیه تطهیر که نازل شده مگه پیامبر ایر برادران اهل سنت ما هم در کتاب های خودشون آوردن که حتی مدت 6 ماه پیامبر وقتی که از پیش خانه زهرا به طرف مسجد میرفت السلام علیک یا اهل بیت النبوه. این جمله ای که میخوام که رفتار مادرگونه در مقابل زهرا داشت بازم رفتار پیامبره که همتون اطلاع دارید الحمدلله. میگه هر وقتی که پیغمبر وارد خانه زهرا میشد پیغمبر همانند یک فرزند در مقابل مادر راست در مقابل زهرا استاده میشد، دست زهراش را میگرفت و میبوسید، بعد زهرا را در جایگاه خودش می نشاند. همون احترامی که یک فرزند در مقابل مادر داشته باشه. معمول اینه که فرزند باید دست پدر و مادر را ببوسد، اونا صورتشان را می بوسند نه اینکه دستشان را ببوسند. اینکه پیغمبر دست زهرا را می بوسه هم همون رفتاری که یک فرزند باید در مقابل مادر داشته باشه، سر جایش میشینه مینشانه. جملاتی که پیامبر در رابطه با زهرا بیان کردن در کتب شیعه و سنی موجود است. ما به عنوان یادداشت یک حدیثی از پیامبر نقل شده در کتب معتبر برادران اهل سنت ما. پیامبر فرمود فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمه پاره تن من است، هر کسی که فاطمه را به غضب بیاره من پیغمبر را به غضب آورده. در بعض حدیث آمده فاطمه تو بزعت منی من آزا فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. اما یه حدیثی که آمده فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی، معتبرترین کتاب برادران اهل سنت ما صحیح بخاری است. در صحیح بخاری صفحه 626 کتاب فضائل اصحاب النبی باب 12 مناقب قرابت رسول الله و منقبت فاطمه حدیث 3714 و همچنین در حدیث صحیح مسلم این دو تا کتاب معتبر است، صحیح بخاری و صحیح مسلم، که برادران اهل سنت ما جایگاه اینها را بعد از قرآن کریم می دانند. در صحیح مسلم هم صفحه 1056 کتاب فضائل صحابه باب فضائل فاطمه علیه السلام حدیث 2449 مثلا آمده فإن ما ابنتی بزعت منی. یک نکته عجیبی در صحیح مسلم، در صحیح مسلم وقتی که صحابه را بیان میکنه، بزرگان اسلام را بیان میکنه، اونجا نوشته شده که رضی الله عنه اگر مذکر باشد و اگر مؤنث باشد رضی الله عنها. اما در صحیح مسلم هم وقتی که صحبت از فاطمه زهرا سلام الله علیها شده، اینجا به جایی که رضی الله عنها بگه علیها السلام نوشته. همونطور که در رابطه با حضرت علی علیه السلام در گذشته در کتب بجای رضی الله عنه کرم الله وجهه نوشته میشد. و این هم ویژگی دیگری از فاطمه زهرا سلام الله علیها که در دو تا کتب معتبر برادران اهل سنت ما این مسئله بیان شده است که رضایت فاطمه رضایت پیامبر و غضب فاطمه غضب پیامبر و اذیت فاطمه اذیت پیامبر.
حدیث دیگر از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت می فرماید که ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، در بعضی روایات و یسخط لسخطها. همه تلاش میکنن که در اعمالشان رضایت خدا را به دست بیاریم. ما شما وقتی که حتی نماز میخوانیم، همه اعمال عبادی که انجام میدیم، وقتی که نیت میبندیم میگیم قربتن الالله، این عمل را انجام بدیم تا نزدیکی به خدا پیدا شود، قرب به الالله پیدا شود. اما در رابطه با فاطمه زهرا پیغمبر، رضایت فاطمه را مقدم بر رضای خدا بیان میکنه. ان الله یرضا لرضا فاطمه، رضای خدا در رضای فاطمه و غضب خدا در غضب فاطمه است. اگر کسی فاطمه را رضایتش را به دست بیاره، رضایت خدا را به دست آورد. غضب فاطمه غضب خدا است. وقتی که این حدیث رو در کنار آیه قرآن قرار بدیم، خیلی مطالب دیگر به دست ما می آید و مشخص می شود. قرآن کریم می فرماید در سوره احزاب آیه 57، ان الذين يؤذون الله ورسوله، هر کسی که سبب اذیت خدا و پیامبرش را فراهم کند، جزایش چیه؟ لعنهم الله فی الدنیا والآخره. مورد لعن خدا در دنیا و آخرت قرار میگیره. و اعد لهم عذابا مهینا، علاوه بر این که مورد لعن است، خداوند عذاب خارکننده برای اونا فراهم میکنه. لذا جایگاه فاطمه، عظمت فاطمه و مقام فاطمه برای ما مشخص شد. فاطمه در تمام ابعاد نمونه است. بعضی کتب این جمله که فاطمه تو بزعت و منی را میگه که پیامبر این جمله را در مواقع خاص به کار برده، فاطمه پاره تن من است. از جمله میگه یک وقتی که علی علیه السلام خانه آمد، زهرا زمی خانه نشینه، ولی علاوه بر حضرت امیر علیه السلام که روزها در مسجد خدمت پیغمبر از تمام قضایا اطلاع پیدا میکنه، بچه هاش را هم در مسجد میفرسته تا اینها برود در مسجد بزرگ شود، تربیت شود، سخنهایی که در مسجد گفته میشه اونها را انتقال بده به مادر. یک روز میگه حضرت امیر علیه السلام آمد خانه، زهرا سوال کرد یا علی امروز در مسجد چی خبری بود؟ امیر المومنین فرمود زهرا امروز پیغمبر یک سوال کرد از جمعیت، گفت بهترین زنان کیست؟ آیا مردم جواب داد؟ بله، هر کس چیز گفتن، اما پیغمبر قبول نکرد. یا علی شما هم پاسخ پیغمبر را نتوانستید بگویید، من هم چیزی گفتم ولی پیغمبر نپذیرفت. یا علی که علم اولین و آخرین داره، سلون قبلا تفقدونی داره، میگه زهرا فرمود علی جان فردا وقتی که رفتی مسجد بگو جواب سؤال تو را زهرا گفت. یا زهرا ای بهترین زنانی که پیغمبر گفته هممون جواب دادیم پذیرفتن شد چیه؟ گفت وقتی که فردا برگشتی بگو زهرا میگوید بهترین زنان زن است که نامحرمان او را نبینه و او نامحرم را نبینه. فردا علی بر میگرده به مسجد، یا رسول الله جواب سوال دروز شما رو من از زهرا آوردم. زهرا فرمود که بهترین زنان زن است که نامحرم او را نبینه و او نامحرم را نبینه.
پیامبر فرمود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من است. منطق او، استدلال او، عقاید او، آگاهی او، آگاهی من رسول الله است. در بعضی کتب آمده که این حدیث مختص است به زهرا و در موقع خاص. وقت عزیزان رو زیاد نگیرم. فاطمه نمونه است، عجیب است. 18 سال بیشتر عمر نکرده، 4 تا فرزند به بشریت تحویل داده، زینبین و حسنین، نمونه. ما مدت ها مادر داریم اما نمیتوانیم یک فرزندی که لااقل سبب لعن و نفرین ما نشود به جامعه تحویل بدیم. زهرای جوان محراب تهجد دارد، اینقدر عبادت خدا، نافله های شب، راز و نیاز با خدا داره که در دوران جوانی پاهای زهرا پندیده. شبهای قدر حسنین طفل به جایی که اینها استراحت کنه، آرام باشه، زهرا اینها را به شب زندهداری تربیت میکنه، غذای کمتر برایشان میده. هر لحظه ای که احساس میکنه که خواب ببره، آب به صورت اطفال میپاشه تا اینها به سحرخیزی و شب زندهداری و حیای شب عادت پیدا کنه. این تربیت های مادری است که اثر بخش. در مقابل علی، یک همسر کذایی، میگه علی یک روز اومد خانه و زهرا غذای داری بیار بخور نوش جان کنی. گفتی یا علی، چند شبانه روز است که من و حسنینت گرسنه ام. اگر چیزی در خانه می داشتم، هر آینه تو را بر خودم و فرزندانم ترجیح می دادم. لذا که در کل زندگی که زهرا در خانه علی زندگی کرده، هیچ موقع چیزی از علی نخواست.